فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. اوقات خوشم بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هستش. به طور خاص عزیزانی که روی فیسبوک هستید، لطف کنید ما رو شیر کنید با دوستان خودتون و همچنین از هموطنان عزیزی که در ایران هستن. خواهش می‌کنم مشروط بر این که مایل هستید براتون دعا بشه نسبت به هر نیاز و هر حاجتی، میتوانید با شماره تلفنی که پایین صفحه تلویزیون مشاهده می‌فرمایید، به طور خاص تلفن 818-716-4-0 مسیج بذارید. عزیزان روی فیسبوک نیز می توانید موارد دعاتون رو بنویسید. بله، می گیریم مطالب رو و ما در طول یک هفته برای شما عزیزان دعا خواهیم کرد. پس بنابراین تشویقتون می کنم که مطابق آنچه را که فکر میکنید نیازی هست، حاجتی هستش، برای ما بنویسید. و کلام خداوند نیز اعلام میکنه هرگاه دو یا سه نفر با هم متحد میشن، هر آنچه بخواهند خدا به آنان خواهد داد. و ما توی کلیسا بیشتر از دو سه نفر هستیم و 10 سال هست که این خدمت رو داریم. سه شنبه ها از ساعت 6 صبح تا 9 صبح برای ایران و ایرانیان دعا میکنیم. همون گونه که قبلا نیز خدمتتون عرض کردم، سازمان ونگارد پیس میکرز نیز خدمتی رو که با رویای 16-17 سال پیش هست خداوند به ما و کلیسا داده، به خادمین خودش داده رو داره و الان حدود 1 ماه هستش که تصمیم گرفتیم که عضو بپذیریم. مشروط بر این که مایل هستید دستی باشیم در کنار هم، اعضای اکتیو و فعال اگر می توانید باشید، نه فقط به عنوان یک عضو، لطف کنید به روی سایت ما www.pwoc قسمت عضویت هستش، اونجا اسم خودتون رو بنویسید، مشخصاتی که اونجا هست رو لطفاً بنویسید و بگید که چه کاری میتونید انجام بدید. در ابتدا دوست داریم که دعا کنید برای این سازمان. هدف این سازمان این هستش، از اسمش هم مشخص هستش، که صلح دهندگان هستن که در قلمرو ایامی که در پیش داریم برای ایران اندیشه خواهد کرد، برای آبادانی ایران، که بتونیم این امید رو و این قوت و این آرامش رو از کلام خدا به ایرانیا بدیم، نسبت به نیازمندان، نسبت به معتادین برای ترک اعتیاد، نسبت به خانواده‌های بی سرپرست، تا اونجا که برامون مقدور باشه. هدف ما این هست، گذشته از رسوندن خبر خوش نجات، ما برای آینده ایران نیز برنامه داریم تا بتونیم دستی باشیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. تشویقتون میکنم با ما باشید. مهمانی خواهیم داشت که اسمشون نمیگم تا سورپرایز بشه، یکی از کنشگران سیاسی هستن که بتونیم سوالاتی که لازمه این روزها هست نسبت به موقعیتی که در ایران هست جوابشو از ایشون بگیریم. اما از همین ابتدا میخواییم با هم دعا کنیم. از شما عزیزان میخوام که با دعای من متحد بشید. مشروط بر این که هموطن عزیزم نیازی و حاجتی هست و یا سوال تو این هست که حقیقت چیه، بهترین موقع هستش که حقیقت را از خدا بطلبی و همان گونه که مسیح اعلام کرده، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. پدر آسمانی، خداوند تو رو شکر میکنم برای این وقتی که مهیا کردی، برای این امکانات، برای آقای یاسر عزیز که در اتاق فرمان هستم، برای تک تک بینندگانی که خداوند این برنامه رو میبینن. خواهش میکنم تو با فیض عزیزان رو برکت بدی به مسندهای دلشون و ملت ایران رو خداوند، دست نوازش تو بر سر ما باشه و آنچرا که میبینی در کشور عزیزمونه خدا، از طرف نظام اسلامی
باعث ظلم و ستم و فقر و فساد شده. تو این نظام رو سرنگون کن در نام عیسی مسیح و به ازای اون خدا مردان و زنانی که ای پدر جان میتونن خادمین راستین این کشور باشن رو تو اجازه بده بر سر کار بیان و کشور ما رو ای خدا در مسیر اراده خودت برکت بده. ممنون، سپاسگزاریم و همه اینها رو در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. هموطنان عزیز، ما هموطنانی رو داریم در کشور عزیزمون ایران که تحت جفا هستن. گذشته از تمام باورمندان دیگر و حتی افراد سیاسی، حتی هنرمندانی هستن که در کشور عزیزمون این امکانات رو به اونها نمیدن به خاطر اون باورهای مذهب اسلام که از هنرشون استفاده بکنن. ولی میدونیم که وقتی یک استعداد، وقتی یک هنری در افکار و دل و احساسات یک شخص فریز میکنه، باعث مریضی اون میشه. از این رو هست که خیلی از هنرمندان ما در صدد این هستن از کشور بیان بیرون. خیلی از متفکرین هستن که نمیخوان زندگی کنن تو ایران، چون ایران تحت فشار و تحت اون قوانین سخت اسلامی هست متاسفانه. و این جفاها برای همه انسانهایی که تو ایران هستن به نظر من هستش، اما بعضیا عادت کردن، خوشون رو عادت دادن، بعضیا خوشون رو تحت جبر میبینن. و در بین اینها ایمانداران به مسیح نیز هستن. میبینیم که خیلی از ایرانیهای مسیح اینک ایمان آوردن و سعی میکنه نظام اسلامی در طول این 40 سال با ترور در قطرهای زنجیری، با زندان و این اواخر که 1-2 سال هستش که متاسفانه با بستن کلیساهای فارسی زبان، کلیساهای پروتستان، البته نه کلیساهای سنتی. کلیساهای سنتی رو به خاطر اینکه اونها سعی نکردن در طول این سالها فارس‌ها و ایرانی‌هایی که بودن رو بشارت بدن، اما کلیساهای پروتستان در صدد این بودن مطابق کلام خداوند خبر خوش نجات رو بدن. از اون طرف هم می‌بینیم که کلیساهای سنتی افرادی رو به عنوان نمایندگان خودشون توی مجلس فرستادن که اونها میگن همه چیز آرومه و مانند بقیه نماینده ها صحبت میکنن، هرچند همه چیز آروم نیست، اما خب به هر حال این گونه هم هست دیگه. وقتی ما درک درست از انجیل آزاد مسیح نداشته باشیم، سعی میکنیم که با ظلم و ستم هم دست سازش بدیم. در طول تاریخ هم چنین اتفاقی افتاده، اما مردان خدا، رسولان مسیح، میبینیم که در برابر ظلم و ستم نیز ایستادن و لبک نگفتن، به قول اینا بله نگفتن، و این ایستادگیشون باعث این شد که اونها رو به صلیب ببندن، باعث شد که اونها کشته بشن. امروز هم خیلی از ایمانداران مسیح هستن در ایران در برابر نظام اسلامی ایستادن، ظلم اسلامی ایستادن، ایمانشون رو انکار نمی کنن، چون اطلاعات و سپاه، بسیج، کلن آنچه را که به عنوان قدرت‌هایی که در دست نظام اسلامی هست توی ایران، وقتی که روبرو میشن با یک دیگر باور، اولین کاری که میکنن سعی میکنن اونو به توبه به اصطلاح بیارن و بگن تو توبه کن و وقتی که توبه کردی تو میتونی اون موقع توی دادگاه این رو اعلام بکنی و بعدش ما تو رو بعد از یه مدتی آزاد خواهیم کرد. بازم تحت کنترل اون افراد مسلماً هستن. ایمانداران مسیح هم همین گونه هستن و اونهایی که اعلام نمی‌کنن میرن توی زندان، خب ما با خبر نمیشیم. ولی بهترین کار این هستش که زمانی که افراد، به طور خاص من مسیحی‌ها رو میگم، وقتی که دوستانتون رو میبینید به زندان میرن، میگیرنشون، اگر شما اعلام نکنید اونها هر بلایی بتونن سر اونها میارن. پس تشویق میکنم شما عزیزان رو بلافاصله لطفاً با ما تماس بگیرید، همون گونه که گفتم با شماره تلفنایی که پایین صفحه هست شما از ایران میتونید تماس بگیرید. کسایی که تحت جفا هستن یا روی مسیجر برای ما روی فیسبوک بذارید اگر نمیخواد کسی متوجه بشه، اما ما رو مطلع کنید، یا روی ایمیل امید جاودان لطفاً که سعی میکنیم توی در طول برنامه این اطلاعات رو به شما بدیم، ما رو مطلع کنید و ما اعلام میکنیم. وقتی که اعلام کنیم اونها میترسن و در طول این 40 سال هم این تجربه رو داشتن که وقتی که افرادی که اعلام شده، اینها از ترسشون دیگه نتوانستن اون آزار و رنج رو به اون افراد برسن. پس بنابراین از رب و وحشتی که اونا ایجاد میکنن لطفا شما نترسید، بلکه اعلام کنید عزیزانی که در
این موقعیت بد قرار میگیرن. از اتاق فرما خواهش میکنم لطف کنم بریم با هم دیگه کلیپی رو ببینیم از مادری که فرزندش رو زندان کردن و بعدم خواهش میکنم کلیپ خدا محبت رو داشته باشیم و شما رو تشویق میکنم عزیزان اعلام کنید توی ایران یهوه خداست، اعلام کنید الله خدا نیست عزیزان، الله همین خدای نظام اسلامیه، الله همین خدای داعش هست عزیزان. پس این رو اعلام کنید، برید تحقیق کنید، مواظب باشید. بعضی از شبکه ها رو من میبینم شبکه هایی هستن قدیمی هستن، حتی مجریان قدیمی هم دارن، متاسفانه باورمندایی رو کنار هم قرار میکنن میدن و به اونها میگن همه شما باید یه فکر داشته باشید. خوشیار باشید، این از طرف خدا نیست. اصلا نمیتونه انسان، همه انسان ها نمیتونن یه فکر داشته باشن. یعنی میگن همه بیایید با هم دیگه بگیم همه ما خوبن، اصلا نمیشه. حقیقت مطلق عزیزان، حقیقت این نیستش که ما بگیم میتونه همه چیز حقیقت باشه. همه راه ها به خدا میرسه، اما برای داوری به خدا میرسه، برای جاج کردن. اما تنها راهی که کلام خداوند به ما میگه برید تحقیق کنید، فقط راهی هست که عیسی مسیح باز کرده تا انسان رهایی پیدا کنه از هلاکت. پس دنبال این بازی هام نرید عزیزان. اسلام خودش رو نشون داده در طول 1400 سال، ولی بعضیا هستن چون دوست دارن همه رو خوشحال کنن، همه راضی باشن، یه پولی هم برسه بالاخره بهشون، برنامه‌شون رو انجام بدن، کاری ندارن به اینکه ریشه تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌های ما فقط در ایران خود اسلام هستش. بریم برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. یکم صحبت کن، چی میخوای؟ فقط آزادیش میخوام، از خدا آزادیش میخوام. واقعا بچم بیگناه، واقعا بیگناه، فقط آزادیش میخوام، جان سلامتیش میخوام. هر رایی میره خودش میدانه دیگه. چند وقت ندیدیش؟ الان یه ساله یادم نیست. خودت هم که الان مریضی؟ آره مریضم، سرطان دارم. آخه چند ساله؟ الان سه ساله قدرم، دو دفعه قدر عمل کردم. بله دو دفعه سینم عمل کردم. درسته، واقعا نگه جفر آقا نبود، هم کمکی ندارم، کمک رسان ندارم. چشات هم الان اذیت میکنه؟ نابینام یه نور علیکی، یه نوری که زیر خدا محبت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. جهت همیاری با تلویزیون امید جاودان با شماره تلفن های 818-699-1415 و 818-716-4-0 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.pwoc.church مراجعه کنید.
جا داره تشکر کنم از همه شما هموطنان عزیزی که لطف کردید در طول این ایامی که اعلام کردیم برای همیاری دستی بودید. ممنون هستم از راه دور و نزدیک و خیلی از عزیزانم هستم میدونم در ایران میل به کمک دارن، اما متاسفانه نه برای ما مقدور هست و ما جایزم ندونستیم از ایران بگیریم. اما خواهش میکنم هموطنان عزیز، مشروط بر این که خدمتی که ما داریم انجام میدیم در این شبکه برای شما اهمیت داره و نسبت به رسوندن آگاهی، رسوندن کلام خدا که کلام امید بخش و نجات و رهایی هست، و اینکه درباره ایران صحبت میکنیم، درباره آزادی ایران صحبت میکنیم، برای سرنگونی این نظام نیز ما کنار اپوزیسیون سالمی ایستادیم که بتوانیم شاهد آزادی ایران باشیم، و همچنین برای آبادانی ایران ما برنامه داریم. برنامه ما ربطی به امروز نداره، این رویایی هست که خداوند 16 سال پیش من داده، همون گونه که عرض کردم که بتونیم تیمی باشیم. پس تشویقتون میکنم لطفاً اگر مایل هستید عضو سازمان ونگارد پیس میکرز بشوید، پیشتازان صلح دهنده، تا بتونیم در کنار همدیگه تیمی رو داشته باشیم برای پیشبرد آنچه را که لازمه که زندگی سالم در کشور عزیزمون ایران هستش. ایران الان در جفا هستش، مردمش در جفا هستن، اما مردان و زنانی که با غیرت هستن اینجا هم در جفا هستن، در جفای بیخردانی هستن که از طرف نظام اسلامی نیز به مزدوری گرفته شدن و تماس میگیرن، توهین میکنن به ما، و تا اونجا که بتونن نسبت به آنچه را که به هر حال به خاطرش پول میگیرن. حتما هستن افرادی هم که از روی موقعیت های ناحکیمانه اپوزیسیون رو تحت حملات، شایعات قرار میدن و یا شخصیت هایی رو قرار میدن. برای منم این اتفاق بارها پیش اومده که ما میدونیم اینها باز بر میگرده، متاسفانه امیدوارم به کسی بر نخوره. وقتی میریم دنبال اینا، اینا میرسن به سازمان های اسلامی، چرا که این تعصب اونجا هستش، این فالانج، تفکر فالانجیست در اصل توی این تفکرات رهبران اسلامی هست، حتی رهبران اسلامی که بر علیه نظام اسلامی هستن. و بارها و بارها خود شما شاهد بودید که سازمان های اسلامی نسبت به خدمات شبکه امید جاودان اعتراض کردن و توهین زدن و تهمت زدن و همچنین شایعاتی رو درست کردن که ما گاهی به اونها اشاره کردیم. هستن افرادی هم که ما بهشون میگیم گنجشک روی آنتن، این گنجشکای روی آنتن بلافاصله زنگ میزنن. به طور خاص وقتی ما صحبت از کسی میکنیم که این شخص محبوب مردم ایران هست و اون شاهزاده رضا پهلوی هستش که هیچ احتیاجی به طرفداری نداره، اما کسی که مردم صداش کردن برای اینکه بتونه در ایران آزاد نیز مردم رو خدمت کنه. ما سابقه خدمت پدر و پدر بزرگشون رو داریم، مادرشون شهبانو فرح رو داریم. میگید اشتباهاتی شده، کیه که اشتباه نکنه؟ اشتباه کردن، خیانت که نکردن، ولی نظام اسلامی خیانت کرده عزیزان. و اسم نمیخوام ببرم، اون سازمان هایی که به عنوان اپوزیسیون های اسلامی هستن، اونها هم خائنن. چرا خائنن؟ به خاطر اینی که یک باور عرب رو برداشتن که باعث شده 1400 سال به کشور عزیز ما آسیب بخوره و ترور رو و بیحکمتی و بیخردی رو ساکن کردن، هنوز حامی اونها هستن. امیدوارم که اپوزیسیون به این درجه تفکرات رسیده باشن که خیلیشون رسیدن. نمیخوام بی خدایی، چرا که من خودم کشش هستم، بی خدایی رو هرگز ترویج نمی کنم، اما هوشیار باشن که هرگز هرگز به دام افکار اسلامی نه. حالا یه شخص میتونه بگه من مسلمان هستم، اما باید مواظب باشه. یک مسلمانی که باور به جهاد داره مانند بمبی هستش که چاشنیش همون جهاد است، که رهبرش اگر بگه منفجر میشه، دست خودش نیستش که منفجر میشه. و اگر شما بگید من و پدر بزرگم و مادرم و و و و آدمای خوبی بودن، مسلمان نه تو هستی هم وطنم که خوبی، نه پدرت بوده و نه پدر بزرگ. برای همین خیلی از اندیشمندان ایرانی بر این باور هستن که ایرانی ها نه مسلمان بودن و نه هستن. ادای مسلمان های رو میخوام درارن، چون بهتر از اون چیزی هستن که یک مسلمان در قرآن میگه. پس
این هوشیاری هم داشته باشیم. ما اینجا هم تحت جفای چنین تفکرات تعصب اسلامی قرار میگیریم، اما نگاهی بهشون نداریم. نگاه ما به آزادی ایران هستش و اون محبتی که کلام خداوند میگه. کلام خداوند راه رو باز کرده برای همه، حتی برای دشمنان ما، که توبه کنن. قسمتی از کلام خدا رو خواهیم خوند و بعد میریم برمیگردیم و با همون گونه که عرض کردم با یکی از کنشگران سیاسی خواهیم بود که از ایشون بشنویم. در مزمور 118 نویسنده این گونه اعلام میکنه، تیترش رو به عنوان سرود پیروزی میگه، در از شکرگزاری برای نجات از دشمن هست که ما پیشاپیش میخوایم از خدا تشکر کنیم، چرا که ایمان داریم خداوند ما را از دست این نظام اسلامی نجات خواهد داد. اعلام میکنه: خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابد و لاباد هست. اسرائیل بگویند، یعنی فرزندان خدا، حقیقت جویان، شاهزادگان بگویند که رحمت او تا ابد و لاباد است. اعلام کنیم، خاندان هارون بگویند، برادر موسی رو میگه، که رحمت او تا ابد و لاباد است. ترسندگان خداوند، یعنی اونهایی که خدای حقیقی رو میشناسن، به دنبال الله نیستن. اگر دنبال الله هستن یه توضیح خوب از الله دارن، میدونن که الله خدای بابای محمد بود. من این گونه تیکه تیکه میگم بیشتر قابل درک بشه. پس به دنبال بت بابای محمد نیستن. ترسندگان خداوند بگویند که رحمت او تا ابد و لاباد است. در تنگی یاه را خواندم، یعنی یهوه را، یاه مرا اجابت فرمود، در جای وسیع آورد. ما ایمان داریم که خداوند ما را نجات میده، کشور عزیزمون رو پس میگیره از دست این نظام اسلامی، از این باورهای اسلامی. خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. ملت ایران میدونه که یهوه با اونها هستش. انسان به من چه میتواند کرد؟ آخوندها چه کار میتونم بکنم با این مردم؟ خداوند برایم از مددکاران من است، پس من بر نفرت کنندگان خود آرزوی خیش را خواهم دید. ما میبینیم که اونهایی که به ما، به ملت ما ظلم کردن، شکست خواهند خورد. به خداوند پناه بردن بهتر از توکل نمودن بر آدمیان هستش. بله، به خدای حقیقی، خدای حکمت، خدای خرد، خدای محبت، خدای عدالت، عزیزان، خدای وجدان بیدار پناه بردن بسیار بهتر هستش که پناه به آخوند بردن، پناه به باور دروغین مثل اسلام که بیخردی از کتاب قرآن نیز برمیاد. به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن بر امیرهان هستش. توکل نکنید به این دولتمندان نظام اسلامی که هر روزه دارن توی موقعیتی فرار میکنن. سعی میکنیم از این دوست عزیز در این رابطه هم سوال کنیم. جمعی امتها مرا احاطه کردن، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد. تمام قدرت این دولتمندان نظامی بر علیه برنامه‌هایی که برنامه‌های آگاهی است، برنامه‌های زنده است، برنامه‌ای هستش که باعث امید و شادی خواهد بود. می‌خواد یک دلی رو ایجاد کنه، می‌خواد اعلام کنه در برابر این نظام اسلامی اعتصابات رو ادامه بدید. معلمین، دانشجویان، سپاسگزارم از اینکه هم پیام من، هم پیام بقیه اپوزیسیون شما شنیدید و در برابر این نظام اسلامی ایستادید و بایستید. باز خواهش میکنم یک تدبیری هم بکنید عزیزان. حالا که معلمین اعتصاب رو شروع کردن، دانشجوها اعتصاب رو شروع کردن، مدارس دیگه در اعتصاب هستش، تشویقتون میکنم عزیزان هماهنگ بشید. قبض های برق، آب، گاز رو ندید. قبض های این دولت رو ندید به این دولت. اگر همه با هم باشید، متحد بشید، مطمئن باشید که دولت نمیتونه همه رو قطع کنه، چرا که خودشونم آسیب خواهند خورد. باید این مبارزه رو شروع کنیم، این مبارزه رو شروع کنیم که با فیض خداوند، با کمترین خسارت به کشور عزیزمون و نیز کمترین خونریزی، ایران عزیز ما آزاد بشه. ما ایمان داریم که خداوند مطابق کلامش، همون گونه که اعلام کرده در نامه اول قرنتیان 3:16-6:19، بدنهای ما محل و مکان حضور خدا هستش و خدا انسان را آفریده تا شکل او بشه و اون به توسط فقط و فقط روح القدس هست. همون گونه که حافظ نیز در شعرش اعلام میکنه که اگر روح القدس رو ما داشته باشیم، ما قوت و توانایی که مسیح داشت رو نیز خواهیم داشت. بریم با هم دیگه کلیپی از یک شعری زیبا از حافظ ببینیم، برمیگردیم با این هموطن کنشگر سیاسی نیز خواهیم بود.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، اونجا ساحری پیش عصا بید بیزا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون گنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از به چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.
درود مجدد خدمت هموطنان عزیز، سپاس از عزیزانی که این سرود زیبا رو سراییدن که باعث امید و قوت و شادمانی بشه. همون گونه که خدمتتون عرض کردم عزیزان، این برنامه زنده هست. از شما عزیزان خواهش میکنم مشروطی برای اینکه براتون امکان داره، اگر روی فیسبوک هستید لطفا با دوستان خود شیر کنید، چرا که یکی از کنشگران عزیز سیاسی ایرانی رو داریم از آلمان به نام آقای کوروش زرابی که حتما اکثر شما هموطنان عزیز با خدمات ایشون آشنا هستید، ولی دوست دارم از ایشون نیز بیشتر بشنویم نسبت به موقع زندگی خودشون در آلمان و همچنین خدماتشون. با درود خدمت شما آقای کوروش زرابی، سپاسگزارم از اینکه لطف کردید و آنچه را که از شما خواستیم پذیرفتید و مهمان این برنامه هستید. سپاس از شما جناب آقای رسول حیدری، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت و پیروز باشین. من همینجا درود میگم به همه دوستان عزیزانی که اینجا حضور دارن و این برنامه رو میبینم، ادای احترام دارم به همشون. عزیزم. من کوروش زرابی هستم، معروف به رضا زرابی. من شاعر هستم، ترانه سازم، نویسنده هستم. قبلا میگفتم شاعر، ترانه ساز، نویسنده و آرتیست ایرانی در تبعید. بله. برای که بیشتر از 26 سال هستش که در خارج از کشور زندگی میکنم. از سن 18 سالگی الان من تبدیل شدم به یک مرد 45 ساله. من در سن 18 سالگی از ایران خارج شدم و در مسیر زندگیم خب کشورهای مختلفی هم رفتم و حقیقتش رو بخواهید، هنگامی که من از ایران خارج شدم در اون زمان مشکل سیاسی نداشتم. من بعدها، مثلا من در همون زمان هم در ایران هم بودم، مخالف جمهوری اسلامی بودم و حتی خیلی صریحا بگم مخالف دین اسلام هم بودم. بعد از اینی که اومدم بیرون دورانی رو گذروندم و خیلی اتفاقهای متفاوتی در زندگی برای من افتاد و بعدا تصمیم به این گرفتم که در زندگی از خودم یک ردپای نیکی به جا بذارم و شک. به این نتیجه رسیدم. یک روز هم در این برنامه من به یکی از دوستان گفتم، اینجا هم به همه تون میگم، ببینید ما همه آدم های عمر مشخصی میکنیم و بعد از این عمر مشخصی که انجام میدیم همه ما میمیریم و هنگامی که هر کدوم از ما مردیم اونجا بالاخره یه عده میان سر قبر ما و شاید بخوان در این مراسم شرکت کنن. در اونجا نخواهند گفت که این آقایی که مرد یا این خانومی که مرد چه آدم پولداری بود، یا بگن عجب آدم خوشتیپی بود، چقدر خوشگل بود، چقدر قدش بلند بود. در اونجا وقتی که شما میمیرید فقط میتونید یک ردپای انسانی از خودتون به جا بذارید و بگن عجب آدم خوبی بود، عجب کارهای نیکی کرد. درست. اون هستش که برای ما ارزش داره اگر بتونیم این ردپا رو به جا بذاریم، اگر بتونیم یک ردپای محکمتری به جا بذاریم، مثل افراد نیکی که در تاریخ گذاشتن که 100 سال 200 سال بعد از مرگشون هم مثل صادق هدایت، مثل احمد کسروی، یا حتی مثل جیسوس کرایست، مثل عیسی مسیح بعد از 2000 سال بگن عجب شخصیتی بود، عجب چیزی بود. و این خیلی اهمیت داره که در تاریخ ما حداقل بتونیم یک کاری رو انجام بدیم که وقتی مردیم تبدیل بشیم به یک وجود جاودان. بله درست فرمودید. سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید. به هر حال چون اولین بار هست شما لطف کردید با ما هستید آقای کوروش زرابی، از این رو خواستم که آنچه را که در دلتون هست نسبت به خودتون بگید. همه ما این دوره ها رو گذروندیم، اتفاقا همه ما که مسیح ایمان می آوریم مانند شمایی که این گونه اعلام می کنیم ما در گذشته به هیچ وجه جایگاه خوبی نداشتیم. امروز که در مسیح تولد تازه داریم سعی می کنیم که بتونیم تو جایگاه خوب قرار بگیریم، مانند همین طرز تفکر نیک شما. خب مطلع هستید که نسبت به شرایط سختی که الان در ایران هست و خطری که داره نظام اسلامی رو الان تهدید میکنه نسبت به سرنگونی این نظام، دولتمندان نظام اسلامی در صدد این هستن که از ایران فرار کنن و جابجا کردن اموالشون رو شروع کردن مدتی هستش و ثروت رو به نوعای مختلف به توسط، من میگم ظالم زاده، خیلی ها میگن هنوز آقا زاده،
به توسط ظالم زادگانشون از کشور ایران دارن خارج میکنن تا نهایتاً بعد از اینکه دیگه به اون ناامیدی کامل رسیدن که نزدیک هست خودشون از ایران نیز گریزان باشن. میخواستم از شما این سوال رو کنم که شما چگونه میبینید الان این شرایط این دولتمندانه که در حین فرار هستن؟ بله ببینید، ما الان در همین 15 روز اخیر ما دو جریان رو تونستیم رصد بکنیم. بله. و دو جریان هستش با هم دیگه متفاوت. یکی بله. جریان محسن رفیع‌دوست بود، محسن رفیع‌دوست و برادرانش قدرت و مرتضی رفیع‌دوست. من از سمت یکی از اشخاصی که ما در واقع چجور متوجه شدیم اینه که یکی از اینا توی دعوای خانوادگی با خودشون داشتن سر حساب کتاب و اینا و اینا از ایران خب پول زیادی رو برداشتن خارج شدن. درست. یکی از این افرادی که توی خانواده اینا هست که من اجازه ندارم نامشو فاش بکنم، خواهش. ایشون برای در واقع روکم کنی اینها خب خبردار شده بود که من یک بار این مسئله رو عنوان کرده بودم، مسئله فرار هاشمی شاهرودی. من یک تلفن دریافت کردم از ایران و به من گفتش که آره اینا اومدن اینجا و من میدونم که شما آدمی هستی که این کار حاضر هستی، یعنی میدونست که من دنبال درد سرم این کار رو میکنم. و خب میدونید من حقیقتا به شما بگم، ما این کار رو من به زمانی که این خبر به ام رسید با فعال سیاسی دیگه هم گفتگو کردم که اگر دوست دارید شما هم بیاد شراکت بکنید و این کار رو مشترکاً انجام بدید. بله. و بسیاری از این دوستان، یعنی تقریبا همشون گفتن نه ما نیستیم. و البته همه هم میگن فعال سیاسی هستن ولی به پای پاش که بیفته نمی کنن همچین کاری رو. بله. البته هم حق دارن، بخاطر اینکه خب شب لازم نیست مثل من پنجره رو باز کنن بیرون رو نگاه بکنن ببینن کسی پایین پنجره ایستاده یا نه ایستاده. بله. یا اینی که نگران باشن که با کی میرن بیرون، یا اینکه اگه مثلا میخوان برن تو رستوران حتما مواظب باشن که اون نوشیدنیشون رو حتما تا تش رو بخورن نذارن وسط کار زمین و خیلی چیزای دیگه. بله. من اونجا اینا تو خودشون همدیگر رو لو دادن و به من گفتن که آره این اومده اینجا، اینم آدرس چه روزنگش هم اینو نوشته اونجا و بلندشو برو ببینش. که من بلند شدم رفتم اونجا، طبق آماری که دادن اینا یه چیزی معادل با 500 میلیون دلار یا یورو و متفاوته، یورو در همه حدود شما بگین اوریجش و حد متوسطش رو در حدود 500 میلیون دلار یا یورو اینا پول رو منتقل کردن به آلمان. و در کشوری که شما الان تشریف ببرید توی آلمان بخواید شما 10,000 یورو پول رو ببرید تو حساب بذارید، اول از همه رئیس بانک رو صدا میکنن و میگن شما این پول اول توضیح بده ببینیم از کجا آوردید. بله. و اگه شما 25,000 یورو پول اگه بخواید بذارید یا بردارید به پلیس زنگ میزنن، یعنی بعد پلیس بیاد اونجا شما بعد این برگه پر کنید توضیح بدید که اصلا این پول رو واسه چی میخواید بگیرید کجا میخواید ببرید. درست. در همچین شرایطی که ما در اینجا داریم که همه چیز حساب و کتاب داره، اون وقت شما فکرشو بکنید 500 میلیون دلار پول رو اینا میارن اینجا و جا به جا میکنن از حساب به حساب دیگه، زمین میرن میخرن. من الان اونجایی که بلند شدم رفتم آپارتمنت هتل هست، یعنی یک مجتمعی رو که اینها خریدن توش رو تبدیل کردن به آپارتمان های شیک و نقلی و اینا رو دونه دونه اجاره میدن، هر کدومشو به قیمت ماهی 2000 یورو اجارهشو میدن به قیمت ماهی 2000 یورو. بله. بعد دارم چی به شما میگم، مثلا فکر کنید از این آپارتمانه مثلا 300 تا 400 تا تو اونجاست، شما ببینید چه پول هنگفتی و اینا در میارن. اینا نیومدن که الان برگردن برن. من یادم میاد که موقعی که زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی از ایران رفته بود بعد از 37 سال سلطنتی که در ایران کرده بود، این بنده خدا 62 میلیون دلار پول با خودش برده بود. بله. آقا من یادم میاد بوگو کردا میکردن که شاه نمیدونم دوز و ثروت ما رو برد و امروز من فکر میکنم میگم ای کاش محمد رضا شاه بیشتر برده بود و حداقل این پولا رو نذاشته بود واسه آخوندا. برابو. که این پولا رو سرمایه کنن برن بر جوانای مردم رو بکشن. بله. خب شما نگاه کنید، ما زمان شاه یه دونه شاه داشتیم، یه دونه شاه بوده با یه خانواده 37 سال سلطنت کردن، یه دونه مثلا نخست وزیر داشتیم ما مثل عبیده باید پیکان این طرف اون طرف میرم. بله. این هم بند خدا وقتی کشته شد اصلا پولی نداشت. بله. بعد شما میبینید یک آدم جلنبوری که اصلا کار این آدم جلنبور این بوده تو خاطراتش نوشته. بله. که مردمی بود که بالای پشتمون اعدام میکرده، یعنی من اینجا اصلا جناب آقای رسول اصلا خواهش ناراحت کننده است جناب آقای جان. پیدری جان. یک خاطره ای رو ببینید چقدر شرمانه اینا نوشته بودن توی مجله
بله اگه من پیداش کنم اینو برای شما، برای قطعه‌شو من اگه پیدا بکنم. خواهش می‌کنم. مثلا عکسشون رو شما نگاه کنید، ببینید بغل مثلا یاسر عرفات بغل تروریست نگاه کنید. بله 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 مثلا رفیقاشون بودن. درست. درست. بعد همچین آدم هایی بذارید من اینجا اینو ببینم. ببینید اینجا روایتی از تیرباران مقامات نظامی شاه، بعد اینجا تعریف میکنه که آره ما اینا رو بردیم و بالا پرسه اون به من گفت نمیدونم چشمو نبست، من مثلا محبت کردم، من چششم چون گفته بود نبست نبستم، من رفتم اونجا تیر خلاص رو بهش زدم. بله متاسف. همچین آدم بلند شده اومده تو اینجا 500 میلیون پول آورده. اون یکی مردی که رفیق چیز هستش، مردی که قالیبافه، 800 میلیون پول ایران رو، 800 میلیون دلار پول رو اینا رو برداشتن بردن به کشور استرالیا با خیال راحت، انگار خونه خالد اونو برداشته از ایران اومده تو هامبورگ، حالا چه مقدارش اینجا گوشتن، از اینجا دوباره سوار هواپیما شده، واقعا دارم بهتون میگم انگار خونه خالد، دوباره از اینجا بلند شده رفته ملبورن، اونجا هم رفته یه سری پول گذاشته، دوباره برگشته، برگشته و رفته صحبت کرده، گفته کی بود کی بود، من نبودم که. چرا زنده انقلاب رو میگه من کشور خارجی بودی تکون نخوردی، نگاه کنید ببینید من هستم. ببینید کشور انقدر بی صاحب شده که برای خودشون اینا راحت پول رو برمیدارن میرن و میگن، بعد علکی هم شایعه کرده بودن که آقا این حکم جعل گذاشتی، ما به این نتیجه رسیدیم آقا حکم جعل برای هیچ کدومشون نمیذارن، برای اینکه آقا مسلمه یه مالیه، مال مفتیه، سرش افتادن پول مردم ایران میخورن و میبرن. درست درست. الان هم با این شرایط من فقط یک موردی رو بهتون بگم. خواهش میکنم. هیدری مشکل ناراحت کننده تو که ما الان داریم میبینیم، میبینیم خب جنازه رضا شاه پیدا شد، مردم پشتکاری نشون ندادن. بل. درسته اومدن بیرو گفتن رضا شاه رو باید شاد، ولی تو خسته میشه میرم میشینم. دوباره شما نگاه کنید دریای مازندران رو دادن و این مسئله شوخی نیست. بله. یعنی از سهم ایران که 50% بوده این سهم تقلیل پیدا کرده به 11%، دوباره هم همه آش و همه کاسه، دوباره میبینیم بر بازو بلند شدن رفتن در جاشون نشستن. درست. رابعه ها رو بردن دادن دست هندی ها، دوباره هم مردم اومدن بردن نشستن، 800 میلیون دارن پول رو دزدیدن بردن، یارو رفته با پول تموم داده برگشته میگه من دازه بخواه به شما رو بشم. بله. ایشون گفته من میخوام 1400 یا خواهی مردم هم حمایت کنم رئیس جمهور بشم. یعنی ببین چه وقت خیالش راحته، یعنی خب ببینید این خیال راحت رو مردم به اینا دادن. بله. مردم اگر دمار از روزگار اینا در بیارن، اگه وایسن جلو اینا بگن بابا بس دیگه، آخه دیگه حدی داره دزدی و جنایت و آدم کشی و حروم زاده، یعنی آخه حدی داره دیگه، یه کسی باید باشه جلو اینا وایسه. و من امروز برای خودم این رسالت رو قائل شدم، حداقل به سهم خودم کوتاه نیام، یعنی من میگم حداقل آقا اگه مردم نمیکنه، حالا یه عده هم هستن راست میگن آقا برای چی میکنی، برای چی میکنی، این مردم که بیخیالن، ولی من حساب اینو نمیکنم، من میگم درصدی از این مردم هستن مسلم، این درصد از مردم واقعا باید حکومت بهتری بالا سرشون باشه. بله. مردم ایران لیاقتشون بیشتر از اینه. آمین. میگم بیشتر از اینه، شما فکر کنید در سال 1944 اگر شما میومدید در آلمان و میومدید میرفتید مثلا داخاو رو میدیدید، آشویتس رو میدیدید، میرفتید از جای کورهای آدم سوزی، من میخوام از شما بپرسم، شما ممکن نبود با خودت بگی این مردم آلمان لیاقت دارن اصلا حکومت خوبی بالا سرشون باشه؟ با این همه عوضی جری آیا مردم آلمان لیاقت دارن؟ اینا مردمی هستن که بابا 6 میلیون آدم رو ریختن تو کوره، شما فکر میکنی اینا لیاقت دارن؟ ولی میبینید که لیاقت دارن. پس وقتی که اونها لیاقت دارن، چرا من و شما ایرانی لیاقتش رو نداشته باشیم؟ چرا ما از اینا کمتریم؟ چرا ما نباید این حکومت دموکراتیک، حکومت مردمی یا حکومت سکولار، یا حکومتی که حقوق شهروندی مردم براش ارزش قائل باشه، یا حکومتی که ادیان بتونن همه طرفداران هر دینی به راحتی عقیدهشون رو داشته باشن، اونجا راحت زندگیشون رو بکنن، هیچ کسی به خاطر داشتن دین و باوری اونجا به محاکمه کشیده نشه، به سلابه کشیده نشه، کسی نتونه بهش بگه چرا این دینو داری، چرا به فلان چیز باور داری. بله. چرا نباید مردم ما انسیزی داشته باشن؟ مگر مردم اروپا از ما خونشون رنگین تره؟ مگر از ما بهترن؟ چرا نباید ما داشته باشیم؟ اینه که من میگم هر کدوم از ما باید قدم برداریم و بگیم وظیفه‌مونه، ما باید حقمون رو بگیریم، ما باید یه جوری باشیم ملت رو بتونه سربلند بشه، که من امروز نخوام شما بسیاری از ایرانی‌ها رو ببینید تو خیابون میگه آقا شما ایرانی نیستی،
هیچی داره. شما هر کی رو میبینید میگه آقا تو ایرانی هستی؟ نه، مثلا اینجا آلمانی ها ایش بیر ایتالیش ایتالیا. آقا جون چی ایتالی؟ تو مال ایرانی بگو من مال ایرانی هم. یا یه جون میبینن مثلا تو ایستگاه نشستی یارو میبینه یه ایرانیه، پلپس گوه در بوشی چی نگو ایرانیه نشنون ها. از همونی شروع میکنم به انگلیسی حرف زدن. من آمریکا بودم تو خیابونا راه میرفتم، تا که میدیدم یکی ایرانی شروع میکن ایرانی با ایرانی انگلیسی حرف میزد، میگم مرد حسابی بابا فارسی حرف بزن. آخه دقیقبازی ها یعنی چی؟ بله. البته میدونید آقای کوروش عزیزم، حقیقتا من فکر میکنم، تصور من البته این هستش، واقعا بازم به خاطر این هست که در طول این 40 سال این نظام اسلامی انقدر بی آبرویی کرده و انقدر ماهیت و هویت سعی کرده ایرانی ها رو، هرچند در لوای اسلام، اون نظام اسلامی، اون باورهای اسلامی توی دنیا بد نشون بده، که ایرانی ها این گونه فکر میکنن. اونم قشر فکر میکنم، همه نه، قشر کمشون. اما باز برمیگرده به نوع تعلیمات، تعلیماتی که داده شد، تعلیمی که داده شد. ما حس، متاسفانه حس ملیگرایی رو ما نداریم. ما داریم میبینیم توی ایران این حس رو ندادن به ایرانی ها، حتی این حس رو به جوانان ما ندادن. اگر جوانان ما صحبت از این پاسارگاد میکنن که روز تولد کوروش برن اونجا، شما ببینید نظام اسلامی چگونه جبهه میگیره و چگونه مردم رو میترسونه. هرچند 1400 سال بود که سعی کردن کوروش رو پنهان کنن، ولی خدا رو شکر کتاب مقدسی هستش که درباره کوروش بارها صحبت کرده، درباره ایران صحبت کرده، حتی درباره آینده ایران توی کوروش توی کتاب مقدس ما در کتاب ارمیا میخونیم. و ایرانی ها توی کتاب مقدس سربلند هستن، جزء ملت هایی هستن که هرگز هرگز یک کلمه و یا جمله پس و پیش درباره اونها بد گفته نشده. از پادشاهان مانند داریوش به نیکویی صحبت میکنه، از خشایارشا به نیکویی صحبت میکنه، از کوروش به نیکویی صحبت میکنه. پس در طول 1400 سال متاسفانه من بر این باور هستم که شیطان از باوری به نام اسلام بر علیه ایران و ایرانیان نیز اقدام کرده و ایرانی ها رو توی یک جایگاهی قرار داده برخلاف اراده خدا، که خداوند میگه من انسان رو آفریدم شکل خودم، تو کتاب مقدس البته میگه، میگه شکل خودم آفریدم، برخلاف اونو حقیر، بنده، برده و ذلیل و خار اعلام میکنه. و ما میبینیم در طول این 40 سال هم این اتفاق افتاده. و امروز من تصورم این هست، کار شما کوروش عزیزم که این خدمت رو به دوش دارید، کار من در قسمت دیگه و بقیه اپوزیسیونی هست که این امید رو بدیم، این امید رو بدیم که برپا خیزید، این امید رو بدیم که نگاه بکنیم به کشور قدیم ایران، نگاه کنیم به فرهنگ خوب ایرانی بودنمون که دنیا اون رو با ارزش میدونه، اما نظام اسلامی اون رو از اون ارزش، از چشم ارزشمند ایرانی ها نیز میخواد دور بکنه. و یکی از الان مسیرهایی که داریم میریم جلو برای پیروزی، میرسیم به این جایگاهی که داریم میبینیم ایرانی ها اعتصابات رو دارن گسترده میکنن. اگر مایل هستید نسبت به عرایزم مطلبی رو بگید خوشحال میشم، و اگر مایل هستید بپردازیم به نوع مبارزه اعتصاباتی که الان در ایران هست و رسیده به مدارس و دانشجو و معلمی. به اعتصابات بپردازیم. و در واقع کسی باشه که مردم ازش حرف شنوی داشته باشن، یک برنامه ای رو به مردم بده، برنامه منسجم و منظم و هماهنگی که این اعتصابات نشکنه. چون همونطور که مستظر هستیم، یکی از مشکلاتی که داریم اینه که از نظر مبارزاتی دارم میگم، که مردم ما در مبارزه پشت کار ندارن. یعنی تا شما اگه نگاه کنید در طول 40 سال گذشته، بارها و بارها و بارها شما میبینید که مردم اومدن مبارزه کردن. درست. اما به صورت این بوده که اومدن تا یه جایی رو، تا یک نقطه‌ای رو اومدن و از اونجا با هر ترفندی بوده رژیم تونسته حالا یه عده رو تطمیع کنه، یه عده رو مورد فشار قرار بده، یه عده رو بخره، یه عده رو بکشه، یه عده رو زندانی کنه. به هر حال تونسته این صفوف رو درهم بشکنه و این درهم شکستن باعث شده که همه حساب و کتابایی که مردم داشتن برای آزادی خودشون، برای رهایی از چنگی رژیم استبدادی، همه برباد رفته، این آرزوها برباد رفته. و ما باید چه کار بکنیم؟ این واقعا یک سوالیه که به قول یکی از دوستان
یک میلیون دلاریه. چه کار میشه کرد که این انسجام از بین نره و این کار استمرار پیدا کنه تا حدی برسه که بتونه حکومت رو زمین بزنه. اگر شما خودتون هم به عنوان یک فرد ایرانی، به عنوان یک فردی که در این مورد تحقیقات کردید، پژوهش کردید، با افراد زیادی صحبت کردید و ایده دارید، شما هم ایده ای دارید، شما بفرمایید ببینید شما به نظرتون چه چیزهایی میتونه کمک ببره برای راهبرد این مسئله. بله خواهش کنم. اول خب من تصورم بر این هستش که اعتصابات گسترده کار خواهد کرد. به طور خاص الان یک ماهی هست، من نمیدونم آیا شما برنامه ما رو میبینید نه؟ من گذشته از شبکه‌ای که در من به طور دائمی ولی به طور لطف دارید سپاسگزارم. اما در شبکه به نام شبکه محبت که این شبکه ماهواره‌ای هستش و ما فردا اتفاقا اونجا برنامه داریم، یک ماه هست، یک ماه شاید بیشتر است، من در رابطه با اعتصابات معلمی صحبت کردم و همچنین اعتصابات دانشجو مدارس که دانشجو اصلا نرن مدرسه. چرا که اعتصاب معلمین یعنی بچه‌ها تو خونه بودن، یعنی یه سوال کوشن اینه، سوال اینه چرا مدرسه نمیریم، چرا معلمانمون اعتصاب کردن و این سوال دلیلی میشه که تمام جامعه سوال کنن و این سوال میاره به اونجایی که معلمین از نظر اقتصادی به شرایط خوبی ندارن و این پولا کجا میره؟ وقتی دنبال پولا میرن، میرسن به آقای قالیباف، آقای رفیق دوست، میرسن به خود خامنه ای که این پولا رو هدر دادن، میرسن به کربلایی که این همه پول رفت اونجا برای بالای سر قبری بت و سر مرده ها رفتش و این کمک خواهد کرد که این اعتصابات اونجا. حتی من قدم دیگه که برداشتم دارم اعلام میکنم، هنوز نشدیدم از جایی، اینه که مردم شروع کنن همه کاملا پول آب قبض آب و برق و گاز رو ندن، همه البته. ایده خوبیه. بله این ما تا اونجا که بتونیم تو این مسیر این آگاهی رو داریم میدیم. حالا گذشته از دعا کردم، من به عنوان یک کشیش در قلمرو دعا هستم، ولی این امید رو میدم. کار من این هستش که کوروش جان به مردم امید بده، حتی به خود شما هموطن عزیزم که میدونم کوروش جان شما در یک کشور غریب هستی، توی فشار مالی هستی، این غیرت شماست که شما رو به این خدمت گرفته، حتی در برابر کسایی که میبینی بی تفاوت هستن. من برای شما دعا کنم و در کنارت بیستم و این امیدت بیشتر بشه بتونی این خدمت رو به نتیجه برسونی. خواهش میکنم. ولی دوست خواهش میکنم چون من امروز فکر میکردم ببینید ما تعداد ایرانی هایی که در خارج از کشور داریم هم نیستن. بله من یک بار نشستم واقعا حوصله کردم، گفتم برم از تو گوگل بزنم کشورها رو، اینا رو تک تک بزنم ببینم چقدر ایرانی ما در سراسر دنیا داریم. بله و طبق آماری که من از توی گوگل تونستم در بیارم، یعنی همه رو نشستم واقعیت بهتون میگم، من 4 ساعت من وقت گذاشتم دونه دونه نوشتم. از مثلا برای مثال میگم در استرالیا مثلا آمار 45,000 تایی ایرانی ها رو داشت، در انگلستان مثلا آماری داشت حدود بین 85 تا 90,000 ایرانی و همینطور به شهر ایزن در آمریکا به 1,100,000 نفر آمار داد که سر تا سر آمریکا وجود داره، که اومد 700,000 تاشو زده بود در کالیفرنیا هستن، 400,000 تاشن در سایر ایالت‌های دیگه و به این شکل. من اینها رو روی هم جمع کردم به یه آمار رسیدم در حدود بین 3,500,000 تا 4,000,000 و این برابر هست با جمعیت کشوری به مبادله با دانمارک. برابر. یعنی ایرانیان جهان اگر ما همه اینها رو جمع بکنیم جمعیتشون برابر با کشور دانمارکه. برابر. این چیز کمی نیست. برای. و اینم شما بهش اضافه بکنید که حتی اونهای ایرانیایی که دیگه خیلی میگن بعضیشون هم خوب نیست و هیچی ندارن و نمیدونم دستشون هم حالا به دهنشون اونقدر نمیرسه، باز هم شما نگاه کنید اونهایی که در خارج از کشور هستن در مقایسه با اونهایی که ما میگیم بعض مالشون مناسب نیست در ایران، باز یه سرگرده بعضشون بهتره. برست. و اینها اگر واقعا خودشون همینجا در همین جهان آزاد کسی هم بهشون فشار نمیاره بله. می اومدن دست به دست هم می دادن، میتونستن بسیار بسیار تاثیرگذار باشن. مسلم. در سند کردن این حکومت مسلم. و در زمین زدن این حکومت خیلی میتونستن تاثیرگذار باشن. شما یه چیزی یادتون نره، زمانی که در سال 1948 اسرائیل تاسیس شد بله. در اون زمان جمعیت اسرائیل 880,000 نفر بود. بله درست. کل همه اونهایی که اونجا
کشورهای عربی اینا با هم متحد شدن گفتن ما اینا رو میذاریم نابودشون، چیزی نیست که یه میلیون نفر هم نمیشن. درست. خب شما نگاه کنید ببینید یه چیزی نزدیک به 200 میلیون آدمای عرب که من بدون هیچگونه تعارف به شما بگم جزء ملت‌های خیلی بد دنیا هستن. حالا هر کی بخواد از دست من ناراحت بشه گناهش من گردنشو گردن کسی از دست کشیش رسول ناراحت نشه این حرفشو نزد که بعدا بخواد بگید آ کشیش رسول گفته اینجا گفته عربا بدن. نه کشیش رسول آدم مهربونیه میگه عربا خوبن. من به شما میگم اینا یکی از ملت‌های پدرسوخته دنیا. علتش هم اینه که 26 سال خارج از کشور هستم من که خوبش ندیدم. حالا میگم خوب داره شما بریم بگردیم پیدا کنین من نمیدونم تو آسمونات تو کره مریخ کجا وجود داره. بله. شما حساب کنید یه همچین ملت پدرسوخته 200 میلیونشون رو هم دیگه جمع شدن گفتن ما میریم اسرائیل میزنیم زمین. یه 880 هزار نفر رو نتونستن بزنن زمین. چرا؟ به خاطر اینکه میگه مورچگان را چون بعد اتحاد شیر جیان را بدرانند پوست. خب بله. حالا شما مردم ایران نگاه کنید همین الان من بیام به شیش رفتون صحبت کنم بیام پایین یه نفر میاد میگه آقا تو چرا رفتی در برنامه این شرکت کردی؟ بله. میگه آقا اینا هم وطنه اینا هم رفیقم بوده اینا هم بالاخره خودمونه نداداش اینا هم ما نیستن ما یه جور دیگه هستیم با شما از اینجا در میاد برو تو اون یکی برنامه برو تو با اون چی صحبت کن. درست. شما برای چی رفتیم به اون صحبت کردی؟ ای خواهر ای خواهر من دیگه با تو حرفی ندارم تو به ما خیانت کردی. بابا حرف حسابای هموطنمونه این از خودمونه. نه شما نمیفهمید شما ما یه چیزایی رو میفهمید شما نمیفهمید. خب شما توقع دارید همچین ملتی که خودشون با هم دیگه دعوا دارن خب اینا بتونن کاری بکنن بعد میگه نمیکنن. تو ببین من خودمو در یه مدتی شما بگم مثلا تو کار سیاسی من بزرگترین مشکلم با کیه؟ بزرگترین مشکلم اینه که تو هر برنامه‌ای که میرم شرکت میکنم نه گورو گورو ان از اون برنامه‌ای که میای پایین سری زنگ میزنم داداش تو چرا رفتی تو این برنامه؟ میگم آقا بابا اینا خودمونن اینا اتحاد مثلا یه جور تظاهرات میذارم مثلا چهار تا میرم تظاهرات. نه 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 اینا فلانی اومده تو این تظاهرات شما نری اونجا شرکت بکنی ها حواست باشه عکس با این نندازیم آقا. یا خب شما چجوری میخوایم حکومتو بزنی زمین با این سیستم؟ خب هیچ وقت نمیتونیم با این سیستم که بخوام پیش برم به جایی نمیرسم. دقیقاً ما نگاه میکنیم میبینیم ایرانیهای خارج از کشور حالا اینا یه نمیشه مشکل بعدی اینا. خب ببینید شما آخوندا رو ببینید همه ترفند اینو به کار بردن اومدن گفتن آقا تو میخواد پاسپورت بگیره ما تظاهرات راه میندازیم چند نفر میان 25 نفر 20 نفر ما از دو هفته قبل همون بعد از اینکه تموم میشه به شما زنگ میزنن آقا زرابی شما چرا به ما خبر ندادی؟ میگیم بابا بعد حسابی زن حسابی ما دو هفته است داریم خبر میدیم شما دست انداختیم ما تو اینستاگرام که زدیم تو فیسبوک که زدیم تو تلگرام که زدیم هی همینو آپدیت میکنه میگیم بیفته بالا همه ببینن بعد که میبینیم میگه راست میگی که خبر نداشتیم که من این میدونستم. ببین دفعه دیگه به ما خبر میدی دوباره دفعه دیگه خبر میدی اگه یه شنبه باشه میگن که ما رفتیم کلیسا ما که وقت نداشتیم بیام تظاهرات. شنبه باشه میگن خب ما میخوام بریم دیسکو آقا شما تظاهرات وسط هفته باشه میگن آقا ما سر کاری آقا تو توقع داری ما کارمو تعطیل کنیم بیام تظاهرات. بعد میریم تظاهرات رو وای میسی میبینی از این چلو میان رد میشن از این سریع یعنی تحقیقات هم میرم میگن داداش ما میخوام بریم ایران. خب چیه ما که سالی یه بارم بعد ایرانشون هم که برم یکی از برنامه هایی هست که من خیلی میخندم خیلی خوبه. ما وقتی که کوروش شد حالا عزیزان من و کوروش عزیز باور کنید ما شاید دو دقیقه با هم صحبت نکردیم. یعنی من دیروز که با کوروشان تماس گرفتم خیلی جالب بود همون موقع ایشون لطف کرد برداشت و ما توی شبانا تو کشیش ها میگیم اون کشیشی که تلفنم سری برمیده چه شبان خوبیه. ایشون بلا فاصله تلفن ما رو گرفت و باور کنید تا الان صحبت نکردیم ولی ایشون حقیقتا با همون دلشون صحبت میکنن خدا رو شکر برای وجودت کوروش عزیزم. ولی میدونیم که همون گونه کلام خداوند ببخشید من از کلام صحبت میکنم از تجربم آره از کلام خداوند برای اینکه کلیساها رو متحد بکنه به ما آموخته که ما همه با مسیح یک هستیم. یعنی همه کلیساها نهایتاً به توسط انجیل مسیح که یکی هستش و مسیح ما متحد میشیم.
اما نسبت به هم دیگه شاید متحد نباشیم. حتما الان کشیشا و شبانانی هستن که بسیار دانششون از من بیشتره، اما به دلایلی نوع خدمت من رو نسبت به مبارزه با نظام اسلامی نمیپسندن و واقعا من خورده نمیگیرم و اونها باورشون بر این هست که این خواندگی منه، منم باورم بر این هست که اونها این خواندگی رو چه بسا ندارن. اما ما با هم متحدیم با مسیح، یعنی من با اون کشیش، با اون برادر و با اون خواهر، ما با هم دوستیم، با هم برادر هستیم. نمیدونم واقعا من طرز تفکر شما رو آنچنان نمیدونم، ولی من فکر میکنم پیامی که تاریخ 50-60 ساله ایران میده، پیامی رو که مردم ما در این اعتراض دادن، پیام به سمت شاهزاده رضا پهلوی بوده و تصور من بر این هستش، این تصور من هست البته، که اگر ما شخصی همچون شاهزاده رضا پهلوی که مردم اون رو صدا کردن و ما تجربه داریم، من شخصا این باور رو دارم، حالا به ما از این مارکا میزنن سلطنت طلب، اصلا برای من مهم نیست، بگن میگم من سلطنت طلب هستم، پادشاه من مسیح هست، مسیح هر پادشاهی رو بذاره توی ایران ما سپاسگزاریم، رئیس جمهور رو مسیح بذاره البته، نه شیطان، مثل این نظام اسلامی رو شیطان گذاشته، اگر مسیح بذاره ما خوشحال هستیم که محمد رضا شاه اونجا بتونه مردم رو خدمت کنه، فقط باید الان زمان خدمته، زمان سلطنت هیچ کس نیست، انقدر خرابکاری کردن که حقیقتا مرد میخواد بیاد مردم ایران رو بتونه خدمت کنه، الان زمان راحتی نیستش. محمد رضا شاه، باز میخوام رضا شاه، رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی الان به نظر من زندگی خوبی داره، اگر خدمتش شروع بشه توی ایران مسلما زندگی داره پر از دردسر و مشکلات و سختی هایی که پدر و پدر بزرگش داشت. من فکر میکنم اگر تمام ارگان ها و تمام سازمان ها با هر اندیشه ای که هستن، با هر اندیشه ای که هستن، همه بپذیرن رهبریت ایشون رو، به رهبریت ایشون عمل کنن، ما یک میشیم، ما متحد میشیم. چرا این اتفاق نمیفته نمیدونم، چرا خود شاهزاده دیگه سعی بر این نداره که همه رو جذب کنه نمیدونم، حتما دلایل خاص خودشونو داره، چون بارها صحبتهایشونو گوش کردم، اما من فکر برم این کار ماست، از جمله خود ما، ما اینجا اعلام کنیم، ما شاهزاده رو به عنوان رهبر اپوزیسیون میپذیریم و از ایشون خواهش میکنیم که رهبریت رو بگیرن، ایشون هرچی بگن ما گوش میکنیم. یعنی باید این گونه باشه، وفاداری یعنی همین، که ما حالا شما میگید شاید اشتباه کنه، خب یه اشتباه میکنه، باید گوش کنیم، رهبریت یعنی این، ما جور دیگه نمیتونیم با هم متوسل بشیم، وصل بشیم به هم دیگه، اشتباهی هم که میشه میتونیم صحبت کنیم، اشتباه رفع کنیم، اما این درست نیست، هر کسی گروه گروه، وقتی ما گروه گروه هستیم اون موقع ما هزار تا شاه داریم، هزار تا رهبر داریم، این هزار تا رهبر، این هزار تا پادشاه، این هزار تا رئیس جمهور، من فکر میکنم که نمیتونن با هم دیگه سازش داشته باشن، اما همه ما میتونیم تحت پوشش یک محور درست، اقتدار یک اقتدار سالم و درست، شخصی مانند شاهزاده که اصلا به خاطر این متولد شده، یعنی شاهزاده رضا پهلوی به دنیا اومده برای امور سیاسی، ما منکر این که نمیشیم، کلاسایی رو برداشته، درس خونده، حالا حتی تحت پوشه وفش اون باورهای اسلامی براش دعا شده، لذا که من تا اونجا که میدونم اکثر کلیساهای فارسی زبان برای شاهزاده رضا پهلوی دارن دعا میکنن، نمیان بگن به خاطر اینکه نمیخوان مارک سیاسی بخورن، ولی برای این شخص دعا میکنن، برای این خانواده دعا میکنن، از جمله کلیسای خود ما هستش. تصور من بر این هست که اگر یک چنین شرایطی ایجاد بشه، اتحاد ایجاد خواهد شد و پیروزی ها خواهیم داشت. حالا دوست دارم از شما هم بشنوم نسبت به من. گرامی، من بهت بگم که اول از همه کار به شما نسبت به دیگر دوستان عزیزی که هستن در کلیسا یک نظر من شاخص‌تر اومده. یعنی حداقل خیلی دوستان هستن در کلیساهای دیگه، ولی من نمی‌شناسم اینون. علتش اینه که این کاری که شما انجام دادی در منطقه سیاسی، خواهش لااقل ندیدم. من خودم راستش رو بخواید، من درسته نمیخوام بحث رو بیارم تو اینجا. خواهش من 20 سال مسیحی بودم. بله. من خودم خارج از کشور شدم مدت 20 سال مسیحی بودم تا سال 2014. بله. و بعد از اون آگناستیک شدم. بله. اگرچه خانواده
من همه مسیحی شدن، الان من خانواده من بخش بسیارشون مسیحی هستن. خدا رو شکر. یعنی تنه سنگین خانواده من جز افرادی هستن که ایمان آوردن به عیسی مسیح. خدا رو شکر. و من برای همه‌شون هم ارزش قائلم، برای همه‌شون هم احترام قائلم. درود بر شما. بخشی از عقاید مذهبی دین مسیح رو باش چون دوچار چالش شدم، به قول معروف محترمانه خارج شدم از مسیحیت. ولی باز هم من این آیین و این باور و این روش زندگی رو براش واقعا احترام قائلم. خدا به شما برکت. اینی که روش صلح، روش دوستی، روش انسانیت، اگرچه در تاریخ مسیحیت جاهایی بوده که به بیراهه رفته یا افراد فاسدی بودن که اینو به بیراهه بردن، اما بعدا واقعا میشه اصلاح طلبی واقعی رو در همین تیم دید. درست. که اصلاح شده، درست شده. براب. و خودش رو با روز تطبیق داده. الان میشه واقعا گفت دینی هستش که یا آینی هست یا باوری هست یا عشقی هست که الان با دوره روز تطبیق داره. شما میبینید اولا ما داریم کشورهایی که اکثریتشون کشورهای مسیحی هستن، میبینیم دارن واقعا در سعادت زندگی میکنن. مردم دین رو از سیستم سیاسی خودشون خارج کردن، هر کسی هر باوری داره برای خودش داره، آزاده. ادیان دیگه هم همون باور رو دارن، کسی تحت فشار واقع نمیشه. من حداقل خودم تا این دوره جدید مثلا نشیدم که یک مسیحی بگه آقا من الان سر یک دیگر رو بخوام ببرم. بله. براب. بخاطر اینکه این مسیحی نیست. درست. یا بخوام برم مثلا فلان جا رو منفجر کنم به خاطر اینکه اینا مسیحی نیستن، یا اینکه من بخوام فلان آیا رو بزنم مثلا لط و پارش کنم، چرا؟ چون این مسیحی نیست. حداقلش ما در آدم‌های متمدن، اگرچه ممکنه یک سری مریضی بر به هر حال ما در همه دنیا داریم، تو همه باورها هم دارین، چهار تا آدم مریض روانی هم خودشون رو قاطی بزنن بیان تو، ولی به طور متداول همچین چیزی رو ما در مسیحیت امروز نداریم. همچین درست. چیزی رو درست میفهمم که متاسفانه در اسلام داریم. این بل. چیزی که وجود داره. بل. اینه که من فکر میکنم که حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که نگاه کنیم ببینیم خب کشورهای مسیحی اروپایی، کشورهای مسیحی دنیای غرب دارن چگونه پیش برن. من در واقعیت شو بخواهی نهایت آرزو اینه که ایران به همین جا برسه. بله. یعنی ایران به جایی برسه توی داخل ایران اونایی که مسیحی هستن راحت بتونن زندگیشو کنن، حتی اونایی که مسلمونن، هر کسی مسلمونم هست به دین آینه خودش باشه زندگی کنه. اما در مورد شاهزادگی که شما گفتید کاملا حرفتون رو من قبول دارم. خواهش. به خاطر اینکه شاهزاده برای این کار تعلیم دیده، پدرش بله. این رو از سنین کودکی فرستاده، برای سیاست آموخته شده. بله. از نظر اجتماعی بین‌المللی اعتبار داره. ببینید ما باید نگاه کنیم، متاسفانه ما یه عیب بزرگی تو کشور خودمون داره. یه 60 70 میلیون آدم تو ایران داریم، اینا همه میخوان شاه بشن. بله. اونی که باید شاه بشه خودش میگه من نمیخوام شاه بشم. بله. و این نکته جالب همینه. بله. اونی که باید شاه بشه میگه من ادعای پادشاهی ندارم. بله. بعد آدمایی هستن که جایگاه پادشاهی رو ندارن، جایگاهش یا موقعیتش رو ندارن یا اعتبارش رو ندارن، ولی اینا میخوان پادشاه بشن. بله متاسف. یعنی هر کسی اگر در جایگاه خودش بخواد درستی قرار بگیره این مشکل رو ما نخواهیم داشت. ولی مسلم. متاسفانه هستش. اینه که من فکر میکنم که فعالای سیاسی حداقل بیان از شاهزاده حمایت بکنن. براب. و من این کار رو درست میدونم. براب. به خاطر اینکه شاهزاده افکار مترقی داره، توی دنیای متمدن بزرگ شده، توی دنیای متمدن زندگی کرده. ما پیام‌هاشو که نگاه می‌کنیم نه دنبال اینه که ما بریم انتقام بگیریم و نمی‌دونم فلانی رو آتیش بزنیم و یکی رو نمی‌دونم فلان کنیم و بیسار کنیم و نمی‌دونم اعدام بکنیم و اینا. اینه که اصولاً ایشون مخالفه با اعدامه، اصولاً طرفدار حقوق بشره، اصولاً موافق با آزادی مذاهب. و همه اینا یه معیارهایی هستش که معیار حقوق بشری ما بهش باور داریم. براب. ما میخواییم روزی برسه در ایران یک قانون اساسی نوشته بشه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر. آمین. اگر این قایت آرزوی ماست، اگر ما به این قایت این آرزو برسیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجا قرار بگیره در تاپ، در این بالا قرار بگیره و اون پیام کوروش کبیر که من الان اینجا بیارمش، من اتفاقا خواهش من دست خودم بفرمایید این رو. بله. اگر من اینجا پیداش کنم پیام سپاسگزارم رو ببینم جلو دستم اگر هست. سپاسگزارم. ضمناً دوست داریم از اونجایی که میدونم شما اشعار و شعرهای بسیار زیبایی میگید
در انتهای برنامه هستیم تقریبا. دوست دارم از یکی از اشعار خودتون به سلیقه خودتون هم ما و هم بینندگان ما استفاده کنم. بله من در تمرکز کورش متاسفانه الان جون دستم پیدا نکردم. خواهش میخوام ولی اونجا فقط یاد دارم که دوست بگذارید هر کس با آین خودش باشد. بله بسیار بسیار پیام بله مهمیه که از کورش کبیر من اینجا ببینم اینجا اینو دارم مثل اینکه بله بله عرض کنم به خدمت من اینو اینجا قطعش بکنم که بتونم این رو بلوتوث رو بگذارم. خواهش میکنم بفهم. من چند روز پیش همونطور که میدونید روز یک شنبه روز 14 اکتبر سال 2018 در چنین روز شهبانو فرح پهلوی 80 ساله شد. بله بله در تاریخ 14 اکتبر سال 1938 متولد شده و 80 ساله شد و من دیگه فکر نمی‌کنم اینجا نیازی زیاد باشه به توضیح بدیم که درباره این بانو بزرگوار که واقعا برای مردم ما من میتونم بگم هم برای کشور ما هم برای مردم ما افتخاره حقیقتا که ما همچین ملکه‌ای رو داریم در ایران. حقیقتا ایشون بعد از تاریخ اسلام و اینم به شما بگم اولین زنی در تاریخ اسلام بوده و متاسفانه بعد از تاریخ اسلام که اسلام وارد ایران شده و متاسفانه آخرین زنی تا اینجا که تاج بر سر بود. بله بله یعنی از زمانی که اسلام به کشور ما اومده مستولی شده کشور ما رو اشغال کرده در اونجا دیگه همچین چیزی رو نداشته که زنی تاج بر سر بذاره. درست. نبوده تا زمانی که محمد رضا شاه پادشاه ایران این کار رو انجام داد و این شهبانو اونجا تاج گذاشت. بله درست. اینه که من یک شعری رو به سرودم من خب گفتم که شاعر هستم به نام شهبانو ایران. برابو. و این رو براتون یک موزیک متنی هم گذاشتم که به به امیدوارم مناسب باشه با این. حتما بذارید من این رو براتون این شعر رو بخونم ببینم. سپاسگزاریم. بفهم خواهش این شعر شهبانو ایران رو بفهم خواهش من. بله تو شهبانوی ایرانی چقدر خوبه که هشتادی چه خوبه سال بعد باشیم همه مهمان آزادی تو شهبانوی ایرانی بمون با ما تا سر باشی تو راه عمر پربار دور از چیزای بد باشی تو شهبانوی ایرانی چه خوشرو و خوش آهنگی توی یادآور ایران توی میراث فرهنگی تو شهبانوی ایرانی تو هر بانوی مخصوصی تو این اوقای تاریکی درخش و نور فاروق تو شهبانوی ایرانی عزیزی نمره 20 تو بانوهای ایرانی همیشه اول لیستی تو شهبانوی ایرانی دریغا میهن اشغاله تمام ملت ایران شدن حبس 40 تو شهبانوی ایرانی چه تلخه این رو میدونی که شد میراث اون شورش واسه ملت پشیمونی تو شهبانوی ایرانی تو یک انسان نیکویی از این مردم بدی دیدی از اونها بد نمیگویی تو شهبانوی ایرانی تو هر بانوی مخصوصی تو این قوهای تاریکی درخش و نور فاروقی تو شهبانوی ایرانی عزیزی نمره 20 تو بانوهای ایرانی همیشه اول لیستی. برابو. به با سپاس فراوان بله. از این شعر زیبا اینم از شعری بودش که من برای شهبانو خونده بودم و خدا به شما برکت بده. ایشو فرستادم. من یک مصاحبه ای هم داشتم با یکی از دوستان گفتم شهبانو رو من در طول 2 سال و 3 ماه گذشته برای ایشون من 8 مرتبه نامه دادم.
مرتبه در موقعیت‌های مختلف. بله. و 8 بارش هم ایشون به من جواب داده. بله. آخرین پاسخی هم که ایشون به من دادن همین چند روز پیش به دست من رسیده که همینجا هستش الان. بله. بله. در ارادت دارم خدمت ایشون. خیلی منظمن تو این کار. شما نگاه کنید ببینید که انسانی در همچین مقام در همچین موقعیتی و انقدر این شخص تواضع داره، فروتنی داره که شما هر بار براش نامه بدی، من به عنوان یک شهروند براش نامه دادم، هر بار ایشون پاسخ داده، پاسخ نامه ها رو بله، من خودم راستیتش کوروش جان حدود میشه گفت 24 سال پیش از نروژ به ایشون نامه ای دادم و تصور نمیکنم نامه خود ایشون باشه و ایشون با دستخط خودشون نامه نوشته بودن و یک حالا حتما ایشون رو یه روزی ملاقات کنم بهشون خواهم گفت موقعیت رو، ولی واقعا با یه دلسوزی برای من و خانواده‌ام جواب خیلی زیبایی رو داده بودم و به ما امید دادن در اون شرایطی که ما بودیم. خاطره بسیار خوبی دارم از ایشون، برای همین میگم ایشون مادر ایران هستن. بهشون نامه بنویسید و بگید که میخواد ایشون رو ببینید. بله. و ایشون به شما بعدا خوبه میاد که میگم بیاد ببینید. بله بله میگم ارادت دارم. بگید من بدم آدرسشون خدمتتون. سپاسگزار. سپاسگزار هستم. سپاسگزار هستیم. ما فراموش نمی‌کنیم. درسته که ما تینیجر بودیم، 16 سال داشتیم. 15 16 ساله بودیم که متاسفانه در اصل توی این دام و تله قرار گرفتیم در زمان سال 57، اما شهربانو فره و همچنین همسرشون محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ نیز یادگاری‌های بسیاری توی ایران گذاشتن. این یادگاری‌ها رو ما دیدیم از پدرانمون و پدر بزرگانمون، شنیدیم. برای همین هستش که دلمون این هستش که باشه که با فیض خداوند در یکدلی ایشون با فروتنی شاهزاده رضا پهلوی، اگر میگن من نمیخوام شاه باشم، حقیقتا این نیز از تدبیرهای درست و حکیمانه یک شخص سیاسی هست، نه اینکه ایشون بخواد بر فرض ریا کنه، خیر، بلکه جامعه رو داره میبینه و دوست داره که آنچه را که انجام میشه قلبی باشه، چون شاه قلب کمک این خواهد کرد که ما همراه و همدل با او بشیم، نه شاهی که روی تدبیر فکر زور و جبر باشه. پس ایشون داره با قلبها تماس میگیره. از این رو هستش که ما اینم درک میکنیم، برای ما قابل درک هستش. ایشون برفرض حتی اینم میگن، بسیار نیکو میگن، اما اپوزیسیون با هر اندیشه و هر باوری هست، اگر حقیقتا نجات ایران رو میخوان، ما تنها راهی رو که داریم از دیدگاه من که کم سواد هستم توی مسائل سیاسی، فقط این هستش که بهترین آلترناتیو ما امروز خود شاهزاده رضا پهلوی هستش که حالا چه به عنوان رئیس جمهور، چه به عنوان نخست وزیر، چه به عنوان شاه، چه به عنوان یک رهبر، ایشون رهبریت رو انجام و زمانی که اپوزیسیون به نظر من پذیرش کامل رو پیدا کنن و ایشون هم بپذیره، لطف کنه بپذیره، نظام اسلامی تمامه، نظام اسلامی تموم شده است. یعنی روزی که این اقدام انجام میشه، این آخرین روزهای نظام اسلامی رو ما در ایران شاهد خواهیم بود. به هر حال سپاسگزارم از این که با ما بودی. اگر مطلبی هست در این یکی دو دقیقه آخر در خدمت شما هستم. متقابلا نم خواهش کن عزیزی، فرصت در اختیار من قرار دادی، شما چند تا برنامه هم داشتید با خانم ویکتوریا آزاد، من بله. برنامه رو عمل دیگه من بله بله نظر لطفتون بله سپاسگزارم. من کلا از روی کرده شما نسبت به وضعیت سیاسی ایران واقعا قدردانی میکنم. سپاسگزارم متقابلا. ببینید شما در دیما ایده از مسیحیان رو جمع آوری کردید، مسیحیان ایرانی رو در حمایت جریان تو ایران، من اینها رو دنبال کردم، واقعا سپاسگزارم. شما قابل تقدیره، خدا رو شکر. برای مسیح تظاهرات اونجا شرکت کردن مجددا، تا اینایی که من حداقل خودم میدونم بعد از اون در جریان سخنرانی مایک پومپئو در کتابخانه رونالد ریگان اونجا هم شما حضور داشتید، مادر من هم اتفاقا اومده بود اونجا دیده بود. آخ جانم، در لس آنجلس زندگی میکنه. اونجا هم یک نکته جالبی رو که شما به یاد بریم، من در قسمت انتهایی بگم که واقعا تاسف بارم هست، خواهش کنم، اینه که مادرم برای من تعریف کرد، گفت اونجا هم با دوباره ایرانی دو دستش دادن، یه طرف دارم اون بر وایسته دارم، بله خب اون بیا تو چه وایسته، گفتن نه نمیشه، بله فرق میکنی ما حسابمون فرق میکنه.
ما بعد اینقدر واسیم اونا بیان اون بر همینه همین آشنا همین کاس از کنید پزاران کنید ما کمونیستیم ما که نمیم بیره پرچم شیر خورشید واسیم رفت پرچم قرمز بایدن اینا به اونا میگفتم خواهیم شما چرا رفتید بیره پرچم قرمز باشید این ما روسیه هست اونا هم به اینا میگفتم شاولایی عجب برسی که ما از در طرف شاولایی منه این داشتید یه نفر از اینجا اومد قدم زد رفت طرف اونا به اونا گفت که شما چرا این کارو کردید چرا پرچم قرمز دادید برگشت اومد این طرف به اینا گفت رفتن به اونا گفتن گفتن تو خودت هم خائنی اگه خائن نبودی بلند نمیشدی بری به اونا حرف بزنی عجب عجب بس ولی به حال من از شما سپاسگزارم متقابلا مردم هم قدر شما رو بدونن عزیزید عزیز من با عرضی که من خواهش می‌کنم سپاسگزارم مهر شما از اینکه با ما بودید از مطالبی که فرمودید مشروط بر اینکه مایل باشید خوشحال میشیم که بازم به تمام مهمان شبکه امید جاودان باشید و از شما نیز و از صحبت‌ها و مطالب شما بهره بگیریم حتما امیدوارم در یه فرصتی من بیام دفعه آینده خواهش. با هم درباره خیزش بعدی مردم صحبت کنیم آمین آمین مردم الان وسط خیابونن آمین با فیض خدا آمین با فیض خدا سپاسگزارم حتما خوشحال میشین سپاسگزارم عزیزی شما رو به دستان خداوند میسپارم به امید آزادی مملکت عظیم ایران فیض خدا با شما باشه تا برنامه بعد شما رو به دستان خدا میسپارم خداحافظ شما خداحافظ شما هموطنان عزیز خب فرصت بسیار خوبی بود که با این هموطن این کنشگر سیاسی عزیز بودیم و واقعا برنامه بسیار عالی بود یکی از بهترین برنامه‌ای بود که من هم لذت بردم از صحبت‌های ایشون و توی برنامه بودیم که در کنار جدی بودن امور و ما گفتیم خندیدیم میدونم که برای شما هم این بوده و همین هست که ما با دلمون سخن بگیم با هم دیگه و دورورمون اجازه ندیم دیوارهایی باشه که اون زیر اون دیوارها ما پناه بگیریم بلکه با دلمون با مردم سخن بگیم و کوروش عزیز این گونه سخن گفتش عزیزان همدیگر رو بفهمیم همدیگر رو درک کنیم دست به دست هم بدیم باور کنید عزیزان آنچه را که من میگم هدف من این نیستش که برای کسی برای مردمی تصمیم گرفته باشم فکر من همونقدر که برای نجات مردم ایران به توسط کلام خدا انجیل مسیح هست فکر من همونقدر هستش که این ملت ما از دست این ظلم و ستم رهایی پیدا کنم به عنوان یک کشیش که از طرف خدا خوانده شدم تا برای مردم خدمتگذاری باشم همین خدمتگذاری نیز به من این فضا رو میده که بتونم از درد مردم بگم از رنج مردم بگم و ایمان دارم که خداوند با فیضش کشور عزیز ما رو آزاد میکنه پس شما هم وطنان عزیزم رو تشویق میکنم مشروط بر اینکه مایل هستید در کنار ما بایستید لطفا روی سایت ما برید www.pwoc.church عضو سازمان ونگارد پیس میکرز بشید سازمان ونگارد پیس میکرز یا پیشتازان صلح دهنده هدفش این هست از متخصصین از دلسوزان استفاده کنه برای آبادانی کشور عزیزمون ایران برای پاک کردن اعتیاد از کشور عزیزمون برای پاک کردن فقر و فساد از کشور عزیزمون ایران نیز در این مسیر عشق و محبت دست به دست هم بدیم و بتوانیم ایران عزیزمون رو آباد کنیم تشویقتون میکنم لطفاً این برنامه رو بازم شیر کنید لطفاً روی یوتیوب برید یوتیوب کشش رسول هیدری رو سابسکرایب کنید تا ما برنامه های آینده رو برای شما عزیزان بپرسیم یوتیوب ما کشش رسول هیدری هست ازتون خواهش میکنم همین میتونه هم وطن عزیزم همکاری شما با ما باشه و مشروط بر این که مایل هستید براتون امکان پذیر هستش ماهانه مبلغی رو به این شبکه کمک کنید تا خدمتمون رو گسترده کنیم و اگر پیشنهادی هست خوشحال میشویم از شما هم وطنان عزیز بشم یک بار دیگه سپاسگزار هستم از کوروش عزیز که لطف کردن با ما بودیم شما عزیزان رو به دستان پرفیض خداوند میسپارم تشکر میکنم از اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابدالآباد آمین خدا محبت است مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است
اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه‌ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته.